با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. بله، برنامه امروز رو 4 ساعت زودتر از موعد مقرر، یعنی موعدی که قرار بود، شروع کردیم و میخواییم از این هفته همین ساعت 10 صبح به وقت واشنگتن، 7 صبح به وقت کالیفرنیا و فکر کنم 7 و 8 15 و نیم میشه به وقت ایران، یعنی 3 و نیم بعد از ظهر به وقت ایران. امروز جمعه هست، 3 ماه سپتامبر سال 2021 یا 2021، برابر است با 12 شهریور 1400. پس از 3-4 روز سیل و طوفان و باران و قطعی برق و آب و خوراک و بنزین و حتی فاضل آب، مشکل در نیویورک، در شرق آمریکا، در همین منطقه واشنگتن، امروز هوا مانند پاییز، نزدیک به زمستان، انقدر سرده. در هر صورت شما هر جای دنیا هستید، امیدوارم خوش و شاد و سلامت باشید و مهم نیست هوا سرد یا گرم باشه، مهم اینه که آدم سلامت و شاد باشه و بتونه خودش رو با مشکلات تطبیق بده یا حریف مشکلات بشه. این آدرسی رو که الان میبینید paypal.com، میتونید از این طریق به تلویزیون مردم کمک کنید و درباره کمک به تلویزیون مردم اجازه بدید من یه عکسی رو به شما نشون بدم که همین چند دقیقه پیش یکی از دوستانی که واقعا بعض وقتا آدم نمیدونه، این دوستان میان خارج زندگی میکنن، میرن، ولی اخلاقشون، طرز فکرشون، طرز عملشون میبینیم همون، حالا ایران که بابا بعضیا خیلی خوبن. اجازه بدید من این تصویر رو بهتون نشون بدم و در موردش هم با شما صحبت کنم. سلکت ایریا این هست، کامرای 2، و چند لحظه ما اونها رو خاموش کنیم و شما رو ببریم کامرای 2. همون جوری که میبینید آگهی آقای اندی، خواننده خوبمون، سپتامبر 19 گذاشتیم و آقای کامیار شکیبا که به نظر من خیلی حرفاش منطقی بود و اینها، یه دفعه امروز من دیدم که ایشون نوشته که اندی جز به همون کسافتایی نبود که برای سالن خالی در عربستان با پول سعودیا اجرا کرد، همون زمانی که سعودیا داشتن با آمریکا سر تحریم ایران و گرسنگی دادن به مردم ایران همکاری میکردن. شما دیگه چرا کاکو؟ به خاطر چند دلار؟ من نوشتم که کاکو جون، من همیشه گفتم اینجا در تلویزیون مردم همه میتوانند برنامه داشته باشند. جالب اینجاست که شما حمایت نکرده و نمی کنی، ولی به خودت اجازه میدهی که به من بگی چه کسی بیاد در تلویزیون مردم، چه کسی نیاد. آیا این کاری که شما انجام میدید مانند همون کاری نیست که آخوندها انجام میدن؟ و خود شما که میای خارج، میری ایران، به خاطر کاسبی و درآمد و زندگی در ایران اونجا ساکت هستی، ولی بر علیه تمام دنیا صحبت میکنی؟ گاهی وقتها بد نیست در آینه نگاهی به خودمون بندازیم و مشکلات رو اونجا ببینیم. من امروز در برنامه صحبت میکنم، امروز برنامه خیلی زودتر آغاز میشه، چند دقیقه دیگه. برای ایشون نوشتم، حالا امیدوارم که بیننده باشه و اگر دوست داره حتی تماس بگیره و الی آخر. درباره این، من یه دوستی دارم، باور نمی کنید، چهارشنبه یه دفعه گفتم چند مدت از ایشون بیخبر شدم. ایشون به شدت طرفدار ترامپ بود و وقتی انتخابات انجام شده بود و اینجا داشتیم آماده می شدیم که بایدن بره توی وایت هاوس، ایشون به من می گفت که حالا شما صبر کن، ترامپ میاد، این بار با قدرت هم میاد، یه حالت تهدید و اینها. من بعد برای که اون حالت تواضع رو داشته باشم، وقتی که بایدن رفت و اینها، برنگشتم به ایشون به اصطلاح سرکوفت بزنم
هی انگشتم رو تو چشش بکنم بگم حالا دیدی، یا به قول شیرازی ها قیج قیج قصه فلان، نگفتم ولش کن دیگه، ایشون جوانتر از منه، هر جور دوست داره فکر کنه. صبح چهارشنبه باور کنید از خواب که بیدار شدم داشتم کافی یا قهوه درست میکردم، به فکر این دوستمون بودم و گفتم که یه تماسی باهاش بگیرم. وقتی اومدم اینجا دیدم ایشون برای من تماس گرفته که من یه مدتی مشکل داشتم و اینها، حالا باز هستم با اسکایپ و اینها، و چون قرار بود بره کانادا ازش پرسیدم شما ایران هستی یا کانادا هستی، میخواستم اگه رفته کانادا بشینیم باهاش صحبت کنیم. و برای من یه چیز جالبی نوشته، نوشته که خب احتمالا چون توی ایران هست ترجیح میده درباره مسائل فرهنگی صحبت کنه نه سیاسی. نوشتم به نظر میاد که دیدید مثلا میگن ایشون شخص سیاسی هست، اون یکی میگن فرهنگی هست، اون یکی میگن در رشته اقتصاد دانش داره. برای ایشون نوشتم شما جیوپولیتیکال هستی، یعنی سیاسی منطقه‌ای یا جغرافیای سیاسی، نمیدونم چیه. شما وقتی که خارج از کشور هستی سیاسی هستی، وقتی میری داخل فرهنگی میشی. ایشون هم مثل همین دوستمون آقای کامیار شکیبا، ببینید ما آدمایی هستیم که دنبال منافع خودمون هستیم. آقای شکیبا شما یه مقاله به من نشون بده که یقه آخونده رو گرفته باشی که آقا شما چرا توی سیاست کشورهای دیگه دخالت میکنی و مردم ایران رو به این بدبختی انداختید که واکسن این مشکل، و وقتی که خودتون گفتین واکسن نباید بیاد حالا میگید باید بیاد، حالا نمیتونید، اینقدر سوء استفاده و دوزی. بیارید یه مقاله نشون بدید تا من به شما مجانی وقت بدم در تلویزیون مردم. خب اندی نیاد، ابی نیاد، نمیدونم کسای دیگه کی بودن رفتن عربستان، اگه اینا بهشون توی ایران میذاشتن بیان کنسرت اجرا کنن، شما فکر کنین اینا میرفتن عربستان؟ از همون ترس مردم ایران نمیرفتن. آقا یقه آخونده رو بگیرید، لازم هم نیست دستتون خیلی دراز کنید، دم دستتون هست یقه اونها رو بگیرید. اینم از این ماجرا، امیدوارم که این مشکل حل شده باشه. و اون دوستمونم، دوست عزیز، شما یا سیاسی باش یا نباش. اینکه وقتی میای خارج کشور سیاسی میشی، اونم سیاسی تند، من حالا اسمتونم نمیگم، و دکتر شدنتونم تبریک میگم، اگه اون موقع که من و شما صحبت میکردیم نمینوشتی اسم دکتر جلو اسمت، یا بودی نمینوشتی یا داشتی درس میخوندی و حالا گرفتی دکترا رو، بهت تبریک میگم. یه دکتر دیگه به دکترای مملکت ما اضافه شد. بیچاره این مملکت که چقدر مریض و بیمار باید داشته باشه تا بتونه جوابگوی این همه دکتر باشه. و اما صحبت از دکتر و بیماری و اینها، معاینه سالیانه تو ایران بهش میگفتیم چکاپ، اینجا بهش میگن فیزیکال اگزم. و خب قبلا میگفتن سالی یه بار، که ما دو سه سالی یه بار میرفتیم، حالا میگن حتی 6 ماه یه بار هم میتونی بیای و بیمه پولش رو بهت یعنی میده، قبول میکنه هزینش. گفتیم خب ما دسامبر بودیم، حالا ما ماه 9 هست، 9 ماه گذشته، بریم ببینیم چه خبر. رفتیم و خیلی جالبه، من همیشه از خودم سوال میکنم اینا اگه میخوان ببینن وضع سربی چگونه هست، نباید به من بگن دیگه از شب نمیدونم شیرینی نخور، خوراک نخور، صبح صبحونه نخور، باید هر موقعی که میخوان. مثل اینایی هست که شما یه جا کار میکنم، من یه جا کار میکردم در عرض 20 دقیقه وقتی به همون اعلام میکردن در هر ساعتی از کار باید میرفتیم آزمایشگاه، آزمایش ادرار میدادیم برای معتاد نبودن. به نظر من آزمایش سالیانه یا فیزیکال اگزم هم باید اینجوری باشه، هر ساعتی از شبانه روز دلت خواست شما بری دکتر و اون آزمایش کنه، بعد بگه کلسترولت اینه، نمیدونم چربیت اینه، این اینه، این اینه. حالا داستان من چیه؟ ما خب هفته گذشته دو تا مهمون عزیز داشتیم و با این مهمونا این برونور رفتیم، مشروب زیاد خوردیم، خوراک بیشتری خوردیم، ساعتهای بیشتری بیدار بودیم، یعنی استراحت کمتری کردیم، تخمه و آجیل و شیرینی و اینها بیشتر خوردیم
بعد فرداش روز دوشنبه من یک کاری داشتم که از صبح ساعت 7 تا 6 عصر 11 ساعت روی پا بودم، فیلم برداری میکردم. بعدش هم اتاق بغلی دوتا آبجو بخور و خوراک میکنی اینا. بعد صبح سه‌شنبهش برو آزمایش دکتر، ولی صبحونه نخوری. یا خلاصه آقای دکتر بهمون گفت که آقا این همه چیز بالاست، مواظب باش. گفتیم چشم، مواظب. خلاصه دوستان شما هم مواظب باشید، مخصوصا سن که میره بالا این اعداد و ارقام بد هم میره بالا. و تنها کاری که میتونید بکنید با روزی 30-40 دقیقه راه رفتن و خوراک مناسب خوردن، تعدیل یعنی زیاده روی نکردن که متاسفانه. خب و اما ماجرای افغانستان سرتیتر خبرها بود و شما هم حتما دنبال میکردید و باعث شده بود که یک کم خبرهای ایران بره در قسمت دوم. حالا ایران هم که همین دوستمون ایراد میگیری که چرا آقای اندی رفته عربستان، ایران جوونه رو شلاق زدن بعد بردن انداختن زندان، مرده. حالا هم زندان میگه نه این دل درد داشته، بیماری به اصطلاح داخلی کشتتش. ایران که چپ و راست الان مسئولین و مسئولین سابق دارن میمیرن. دیدم امروز نوشته بود فیروزآبادی، اینجا نوشتم حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح پس از مدتی بیماری فوت شد. دوستان نوشتن کووید داشته، ولی این از سال 1395 بیمار شده بود. دلیلش هم معلومه، یه آدم چاق گندهی اگه نگاش بکنید مجبور بود کلاشو بگیره عقب که این سنگینی شکمش به اصطلاح از لحاظ فیزیک خط بدنش رو بتونه تحمل کنه و اینها. در صورت اینم فوت شد و رفت. و دوستی که صبح چهارشنبه به فکر اون بودم و دوستی که در خارج سیاسی بود ولی در ایران فرهنگی شده، حالا هر وقت دوباره رفت خارج ما باهاش صحبت میکنیم. و اما یه عکسی در رابطه با افغانستان پخش شد، عکس آخرین این هست. این عکس را بتونم بیارم اینجا و درست به شما نشون بده. بله پلیر 3 ما هنوز نتونستیم بفهمیم چرا بعضی عکس‌ها رو درست نشون میده این سیستم ما، بعضی از عکس‌ها رو میکشونه و کج و موج میکنه. این آقا رو که دارید میبینید نه مثل امیرای ایران چوب تعلیمی دستشه، نه کلک به کمر بسته، قشنگ اسلحه بزرگ گرفت دستش، نمیدونم چیه، احیاناً AR-16 و اینا مال آمریکا هست، اینا مثل کلاشینکوفه. و این آخرین سرباز آمریکاییه که از افغانستان اومده بیرون. بله هنوز خیلی از آمریکایی‌ها تو افغانستان هستن ولی اونها به عنوان سرباز و آرمی و ارتش حساب نمیشه. در هر صورت این آقا اسم مقامش سرلشکره، درجهش سرلشکره. و ببینم که کجا نوشته بودم، یه چیز جدید یاد گرفتم، یه خط قرمز می‌نویسم یه خط آبی بهتره. سرلشکر کریس داناهو یو اس آرمی. اگه اشتباه نکنم آقای فرامرز دادرس این عکس رو گذاشته بود و من اونجا نوشتم که سرلشکرهای ایران چه در دوره رضا قلدر، چه ارتش رضا قلدر، چه ارتش پسرش ارتش شاهنشاهی، اولین کسایی بودن که پادگان رها میکردن یا میرفتن خونه در زمان شاه که ایران رها میکردن میمدن خارج، ولی ارتش آمریکا وایساده. حالا صبر کنیم ببینیم ارتش آخوندا یا ارتش الانمون نشون میده که اینها هم ارتش آخوندی هستن یا ارتش ملی هستن. ما یه جایی بودیم داشتیم صحبت میکردیم، گفتم اینو نوشتم هنوز حرف من پایان نگرفته بود، یکی از دوستان گفت آقا چه کار رضا قلدر رو شاه داری، از آخوندا بگو. خیلی خوب شد این نوشته زیر عکسی که آقای فرامرز دادرس گذاشته بود نشونش دادم، گفتم آقا اگه شما صبر کنی من حرفم تموم بشه راجع به آخوندام میگم. چیزی که هست شما انقدر عصبانی انقدر حزب اللهی عمل میکنید
شاه اللهیا که نمیذارید افراد حرفشون رو بزنه. من همون انتقادی که از رضا قلی رو اون ارتشش میکنم که 24 ساعت هم دوام نیاورد، همون انتقاد رو از شاه میکنم، ولی ارتش ایران که امتحانش توی این 8 سال جنگ پس داد، پاسدارا و بسیجیا و جهادیا اینا امتحانشون رو پس دادن و بدبختی به اینه که به خود اینها هم نرسیدن، خود اونها هم به اصطلاح یه جورایی مورد قهر و غضب آخوندا. و حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. اکبر شیرازی میگه سلام، چی شد امروز شروع کردی؟ شانسی دیدم. آها، حتما شما جز اونایی هستی که لطف کردی و فالوور هستی، برات میفرسه. من فکر کردم که من که از صبح ساعت 6 بیدارم، خب چرا وایسم بعد از ظهر که معمولا بیشتری ها خسته هستن میخوان استراحت کنن اینها، این دو برنامه که روزای جمعه میذارم خودم بیام 10 تا 11:30 90 دقیقه با شما دوستان باشم و بعدشم از ساعت 12 تا 1 با دوستانی که از کانون آوا و جزو جدا شدگان و به اصطلاح منتقدین سازمان مجاهدین هستند باشیم. بعد از اون دیگه هم شما آزاد باشین، هم منم آزاد باشم بتونم به کارام برسم. حقیقتش چون دوستان حمایت نمی کنن، من سعی می کنم هر چی میشه ساعت آزادی بیشتر باشه که اگر از سر کار به من زنگ زدن که بیا برو فلان جا، نگم من جمعه ها کار نمی کنم. حتی دیروزم که رفتم اونجا بهشون گفتم که من جمعه ها تا ساعت 1 کار میکنم، تا 1:30 باید برنامه رو ببندم و اینها، از 1:30 به بعد آزادم. اینم از این. آقای شیخی من هم به شما سلام میکنم. آقای افراخته خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه نکنه میخوای سالم بمیری. این حرف خوبیه. آقای چیزی بود لایق، محسن لایق، این با هم دانشجو بودیم و خب اونم ماشاءالله از لحاظ مشروب خوردن و خوراک خوردن و اینا رعایت نمیکرد و وقتی ما بهش یه چیزی میگفتیم میگو ببین من این جون و سالم دست سمورها نمیدم، خودم تا اونجایی که میتونم اول بهش صدمه میزنم بعدن به اونها میدم. یه فیلمی یه دوستی برای من فرستاده بود، درگیری در مجلس ارمنستان، متاسفانه فکر کردم نگهش داشتم ولی نبود. این هم از این. در آمریکا دوستان شهرهایی هستن که به شما پول میدن که برین اونجا زندگی کنید. همین بغل ما، ما توی نوردن ویرجینیا هستیم، یعنی تو ویرجینیای شمالی، این وست ویرجینیا 2-3 تا شهر هست، 20,000 دلار 12,000 دلار به شما میده که تشویق بشین بری اونجا. دیروز با پسرم صحبت میکردم خندید، گفت خب وقتی یه جا پول میدن میگن بیا اینجا زندگی کن، یعنی انقدر بده که هیچ کسی معمولی نمیره. گفت من ترجیح میدم افراد دیگه برن اونجا، وقتی خوب شد من 100,000 دلارم بیشتر پول بدم برم اونجا خونه بخرم زندگی کنم. خب میگه که قرار بود برای کمک از داخل کشور حساب داخلی معرفی کنی. خیلی ممنونم، متشکرم. مثلا همین دوستمون آقای شکیبا، نه کامیاب شکیب یا شکیبا، اجازه بدید، بله آقای کامیاب شکیبا، خب ایشونم میاد خارج میره اینها، یه دفعه ننوش که سوربی خب من تو ایرانم، اگه دوستان کمک کنن من میتونم این پولو به تو منتقل کنم. ولی ماشاءالله همه درخواست، ادعا، دستور، فرمان، تاپ آف دلن. خیلی ممنون. اون روز من گفتم اگه یادتون باشه با آقای زمانیان بگم یه حسابی باز کنه که ما دوستان اگه خواستید حمایت کنید اونجا واریز کنید، و ایشون لطف کرد گفت حساب لازم نیست. آها، من نوشتم که اگر این پولی اونجا باشه، اگه بیام ایران با اون پول میریم این ور و ور مسافرت اینها، خورد خوراک، رستوران. آقای زمانیان گفت شما بیا، احتیاج به پول نیست، مهمون من. خیلی ممنون. ارزش چیز نداره دوست عزیز، مخصوصا با این الان نرخ دلار و این چیزا، و آدم خجالت میکشه که از شمایی که تو ایران هستید به اون سختی دارید زندگی میکنید، هر کسی باید 2-3 تا کار داشته باشه تا امورات معمولیش بگذره پولی بگیره. و خیلی ممنون همین که شما گفتید
لطف دارید، ممنون و متشکرم. و دیروز داشتم تلویزیون نگاه میکردم، این ما ایرانی ها واقعا عجب ملت عجیبی هستیم. طرف اومده یه ویدیو درست کرده، فوشم میده به خامنه ای که حق داره که تو برادر منو کشتی. من نوشتم متاسفم که برادر ایشون کشته شده، ولی ما تنها ملتی هستیم که به قاتل میریم نامه دادخواهی مینویسیم، تنها ملتی هستیم که میریم در خونه کسی که برادر اون کشته میگیم بیا حق ما رو از خودت بگیر. آقا نامه نمیخواد، پیام نمیخواد، دوتاتون چهارتاتون تنهایی، شما هم برین دنبال اونا، برید بزن. مگه این گروه فرقان بود چی بود؟ هیچ وقت من نفهمیدم اونا فلسفهشون چی بود. اونا مذهبی بودن ولی مثلا متحریر اونا کشتن و اول انقلاب خیلی از این گروه ها درست شد. اونو میکشت، اونو میکشت، اون وقتا میگفتن غرب وحشی وحشی وحشی، ولی به نظر میاد ایران اینجوری شده بود. ولی الان هیچ خبری نیست. یه نفر حرف خوبی زد، گفت آقا دیرو آقا کردار بود، گفت آقا شما بگو 800 نفر میان تظاهرات، بگو 8000 نفر میان، بگو 8 میلیون میان، من میگم 80 میلیون میان بیرون تظاهرات، میرن خونهشون، آیا اتفاقی میفته؟ گفتم نه. گفت خب پس این تظاهرات و جمع شدن و فلان اینا بی خوده. من دو سه روز گذشته تماسایی داشتم با آقای شعله سعدی و خیلی جالبه این دوستان، وقتی ازشون دعوت میکنی آقا اگه دوست داشتی وقت داشتی بیا، من میخوام ازت ایراد بگیرم، این چیزایی که شما گفتی برای من سوال درست شده، راه سوم، موج سوم، بعد شما میگی اینو من درست کردم، هوشنگ امیرعمدی میگی اینو من درست کردم، آقای مسعود معیدی میگی نه این درسته نه اون درسته، من درست کردم. راستی کسی از مسعود معیدی که کووید گرفته بود خبر داره یا نه؟ بمانه. بعد آقای قاسم شعل سعدی برای من مینویسه که کاکو جون تلویزیونی شما چگونه است؟ ما برداشتیم یه مشت نوشتیم، بعد نوشته نه شما از خودت گفتی. از میگم آقا از تلویزیون چی بگم؟ تلویزیون یه جعبه ایه که شما میتونی این روزا رو تلفن ببینی فلان. راستی میخواستم از امروز این برنامه رو روی تلگرامم به صورت زنده پخش کنم ولی یادم رفت. خلاصه چی بگم؟ بعدم تلویزیون، آقا این تلویزیون مال آخوندان. خب شما بیا تو تلویزیون آخوندا بر علیهشون حرف بزن. آقا این تلویزیون مال شاولایاست، بیا تو تلویزیون شاولایا حرفتو بزن. من نمیدونم این چه دردیه که به جون این اپوزیسیون افتاده و میرن 8 نفر 9 نفر میشینن تو برنامه شهرام همایون. دفعه دیگه با دقت نگاه کن شهرام، ببینید ما هممون این تلفنامون آیپدامون اینا رو با یه دستگاهی میذاریم که اگه کسی زنگ زد اگه چیزی باشه حواسمون باشه. اینا دیگه اومدن یه آیپد انقدی بزرگ یا تبلت گذاشتن، تبلت یعنی لوحه، حالا بده به من، گذاشتن اینجا یه گوشی گذاشته تو گوشش، این گوشی با آقای معیدی و دیگران رو کلاب هاوس، یه گوشی دیگه هم دیدم اون روز گذاشته تو گوشش، اونم با این آقای آرش مشکات که اونم هم شهری ما هست در تماسه که آقا اسم فلان خانم رو بنویس تشویق بشه پول بده، اسم اونو بنویس فلان. نه حالا شما نگاه کنید، میان امروز دیدم که آقای جاوید شهافرم گویا آقای قاسم شعله سعدی دعوت میکنه میاره تو برنامه، 8-9 نفر میاره میشونه، اینا نیم ساعت یه ساعت میشینن منتظر که 2 دقیقه تا 3 دقیقه صحبت کنن. از اون موقعی هم که شروع میشه تایمر یا استاپ واچ یا کرونومتر اون زیر میاد که اینا قلبشون نفسشون میگیره، عدد رو که میبینن یادشون میره چی میخوان بگن. و شما این همه، حالا تلفن من زنگ زد روشن شد، حالا زنگ میزنیم ببینیم کی صحبت کنیم. بفرما. هلو. هی مستر اسکار. یس. I'm call back about the headphone 11. Yeah. No headphone. Let me call you. I'm right now at a studio. I'm having live TV show. I will call you around maybe 90 minutes from now. Okay, that's fine. Call me back. Thank you. Bye bye. آها. خب ما قشنگ گذاشتیم، نه گوشی تو گوشمون کردیم نه میخ تو سوراخمون کردیم، گذاشتیم اگه کسی زنگ زد کار داشتیم. حالا من فکر کنم از این تلفنایی که میگه سوشال سکیوریتی شما باطل شده، من برمیدارم بهشون میگم خجالت بکشین که تو این اوضاعی که مردم 1 سال 2 سال بیکار بودن شما به این وسیله از افرادی که احیانا
سوادشون هم کمه، درآمدشون هم کمه، وحشت دارن که بیمهشون باطل بشه و فلان، نه اینجوری سوء استفاده میکنین. بماند برگردیم سراغ آقای شعله سعدی. من باور دارم آقای شعله سعدی روزی که رفته نماینده شده، حالا چه شیراز چه ایران، بعدم یه مدت به مردم دروغ میگفت، از ایران خارج بود میگفت من تو ایرانم، مینشست با پاپیون. خب آخه اگه تو ایران شما نشستی با پاپیون داری صحبت میکنی بر خلاف آخوندا، این تبلیغ خوبیه برای آخوندا. آخوندا میگن ببینید چه ما کشور گل بلبل ساختیم، طرف داره فوشمون میده، جنبش براندازی درست کرده ولی میشینه. اگرم بگی که نه من یه سیستمی دارم که اینا نمیدونن من کجا هستم، نمیدونن اینترنت من چیه، که خب بازم نشون میده که آخوندا خیلی کاری ندارن، فیلتر نمیکنن. همه کارهایی که شما کردید آقای قاسم شعله سعدی در این سالهای گذشته، شما فکر کردید که دارید کاری انجام میدید. به نظر من بیننده و شاهد همه کارهای شما در جهت آخوندا بوده. خب حالا ببینیم دوستان چی میگه. میگه که آقای موثقی، آقای موثقی خیلی ممنون، من برای شما اون چیزها رو فرستادم اینها، امیدوارم که بیام اونجا آلمان با یک جعبه شیرینی و دوستان دور هم جمع بشیم، یک کافی و یک قهوه و یک شیرینی با هم بخوریم. میگن که باعث همه مشکلات نگونبختی های ما ایرانی ها فقط به دلیل من کردن هاست. کاملا شما درست میگه، هممون من هستیم، وقتی که نیم منم نیستیم، وقتی که یک کیلو هم نیستیم، و به امید روزی که این منها ما بشن تا بتونن یک کاری انجام بدن. من و یک ایمیلی یه نفر فرستاده بود که من اگه بازش میکردم سیستممون خراب میکرد، ولی ما سیستمی که داریم، این پول آنتی ویروسی که دادیم و اینها، بهت میگه کدومش بده کدومش خوبه. از کسی از طرف آقای جاوید شهافر فرستاده بود. من 3-4 تا ایمیلی که از ایشون داشتم، فیسبوک و توییتر و هر جایی که سراغ داشتم برای ایشون نوشتم، فرستادم، نوشتم یه نفر به اسم شما داره این ایمیل ها رو میفرسه و بهتره، پیشنهاد میکنن که پسوردتون رو عوض کنید. بعد ایشون برای من نوشته بود که خوشحالم که کووید نمردی یا هستی و فلان اینها، ولی شما به من یک عذرخواهی بدهکاری. من بهش گفتم شما اگه منتظر عذرخواهی من هستی، من عذرخواهی میکنم، ولی من هنوز باور دارم این شما بودید که اشتباه کردید و آمدید در دام فخرآور افتادید، و من حقیقت رو گفتم، این شما بودید، کسی که در استرالیا زندگی میکنه، زبان انگلیسی میدونه، وقتی میگم you keep me posted، یعنی شما من رو در جریان سفرت بذار، بعد شما بودید که انتظار بیجا از من داشتید که من بیام دنبالتون فرودگاه، ولی باید عذرخواهی کنم، چشم، من از شما معذرت میخوام، ولی این عذرخواهی که من ندونم برای چی عذرخواهی میکنم چه فایده، ولی اگه بدونم یه جای اشتباه کردم عذرخواهی میکنم. و من همیشه تو برنامه هم گفتم افرادی که عذرخواهی میکنن وقتی یه جای اشتباه میکنن، نشان از بزرگی خودشونه، نشان از تواضع خودشونه. با وجودی که دارن از طرف عذرخواهی میکنن، تقاضای بخشودگی میکنن، ولی خودشون بخشنده هستن و بعدم راحت تر آدم. و من حتی درباره سعیدم گفتم آقا من اگه اشتباه کردم، گفتم آقا این پول شما فرستادی یا نفرستادی، میخوام ملا خور نشه، شما ناراحت شدی، اگه فکر میکنی من اشتباه کردم از شما عذرخواهم، ولی من فکر نمیکنم اشتباه کردم، یه چیزی رو شما گفتی بفرستم، فرستادم، پولش رو نفرستادی. و ما ازت پرسیدیم آقا این پولا رو شما فرستادی سگ خور شده یا اینکه نفرستادی، بعد شما اون توضیحی که دادی، اصلا من وقتی گفتم چند نفر برای من نوشتن آقا ما فکر نمیکردیم این آقا سعید اینجوری باشه که بیاد یه چیز دیگه ای رو گرو ورداره برای یه چیز دیگه، اونم شما خریدی. گفت احسن ولش کن. بله خیلی ممنون دوستان، خوشحالم که اینجا هستید. ببخشید حالا دیگه اگه من چیز نمیزنم، هی لایک و اینها. میگه که آقای شعله سعدی احتیاج به تلویزیون داره که یک نفس بارکلا و تشویقش کنن. تلویزیون مردم رک با مردم حرف میزنه، به درد این تلویزیون نمیخوره،
در مجموع امیدوارم به عنوان یک همشهری موفق باشه. آخه صحبت اینه، میخواد چه کار کنه که من و شما براش آرزوی موفقیت کنیم؟ شما به ایشون بگو که ببین، طرف میگه آقا من میخوام بلندشم برم کانادا، یه دو تا فیلم بهتون میگم اگه خواستین نگاه کنید، داستان این خارج رفتنا و چه بدبختی های ایرانی ها تو ایران میکشن و میان به یه جایی که خبر ندارن، اینجا امریکایی ها بهش میگن unknown، جای ندونسته به اصطلاح. آقا شما این همه آقای شعله سعدی رو گوش دادی، این همه حشمت طبرزدی رو گوش دادی، اینقدر آقای هوشنگ امیر احمدی رو گوش دادی، میخواد چه کار کنه؟ آقای هوشنگ امیر احمدی یه روز میره به اصطلاح اون کاغذ رئیس جمهور شدن رو پر میکنه، که یعنی چی؟ شما امضا که میکنی، این مشکلیه که با رجوی هم بود دیگه، میگن اگه تو ولایت فقیه رو قبول نداری و نمیتونی بری کاغذی که اون چاپ کرده امضا کنی، تو اگه به قانون اساسیش و اینا افتخار میکنی که رأی ندادی بعد نمیتونی بری. خب اون رجویش که الان ناپدید شد، اون آقای هوشنگ امیر احمدیش یه روز میخواد رئیس جمهور بشه، بره از طریق رئیس جمهور شدن به اصطلاح نظام رو تغییر بده. خب شما یعنی تا اون روز نمیدونستید که رئیس جمهور در سیستم ایران آفتاب داره، هیچ کار است. اگر تا اون روز اینو نمیدونستید، آقای هوشنگ امیر احمدی، من سربی، آقای اکبری، اون آقای شیخی، اون دوست، اون آقای موثقی، اینا چگونه به شما اطمینان کنن؟ این صحبتی که در رابطه با ایرج مصداقی است. آقای مصداقی اگه شما تا 20 سال پیش 17 سال پیش نفهمیدی، الان مردم از کجا به شما اطمینان کنن؟ بعد ماجرای دادگاه هم که دیدید، دو نفر دوست خرید دزدیدن، سر تقسیم به هم جنگیدن، دزد سوم آمد زد و برد، موسوی و نمیدونم موسوی دیگه اسمش نه، یا کاوه موسوی و این ایرج مصداقی، حالا خدا میدونه پشت پرده چند نفر دیگه هم هستن، بهبانی لنگ کومپتی و فلان، اینا افتادن، اینم دادگاه. حالا تازه حالا شما چی کار میکنی؟ سوئد که نمیتونه اینو اعدام کنه، اصلا قانون اعدام داره سوئد؟ فکر نمیکنم کشورهای اروپایی اگه یک کسی یه نفر رو بزنه بکشه همون سر قتل بگیرنش 20 سال ماکسیموم میتونن تو زندان نگهش دارن. خب حالا 2 سال زندان بوده، لابد 3-4 سال بهش میدن، میگن 2 سالش هم کشیده بره. بعد تازه این میگه من کاری نبودم، میگه من دادیار بودم، تو این زندانم نبودم، تو اون زندان بودم، ولی احمق اینقدر خره وقتی نقشه میکشن دنبال در میگردن، مصداقی درا رو اشتباه میکنه، گویا این نوری بلند شده گفته نه آقا در اونجا نبود، اینجا بود، اون جوکه بود. میگفت پلیس یه نفر رو گرفت تون میره، گفت چرا تون میری؟ گفت برای که نمیدونم ماشین دوزیه، نمیدونم مشروب خورده، همینجور یه جور هر چی حرف میزد بیشتر بود. بعد آخرش هم یه جنازه تو کاپوت ماشینش پیدا شد. این نوری هم گویا تو دادگاه داره همچین کاری رو میکنه. و اما در جریان طالبان و اینها، این باز برای عربا خوب شد، قطر شده میانجی طالبان و آمریکا، یعنی الان یه سری مؤسسات مالی، بانکی، تراست، یعنی شرکت های وکیل و فلان و اینها اونجا راه میفتن که پولای مردم بیچاره افغانستان رو قشنگ دو دستی تحویل طالبان بدن. از اون ور آمریکا هم اون اسلحه ها رو گذاشت اومد، از اون ور طالبان هم با آمریکا با ترامپ قرارداد بسته، امضا کرده، الان بایدن داره اجرا میکنه. توجه کنید 5000 زندانی طالبان در زمان ترامپ آزاد شد. ترامپیایی که میترسین چون نه سواد دارین نه اطلاعات عمومی و روزانه دارید، میترسید بیاین اینجا، برید خودتون در خلوت خودتون اگه وجدان دارید بخونید، 5000 زندانی طالبان در زمان ترامپ آزاد شد. قرارداد آمدن از طالبان بیرون اول می در زمان ترامپ بود. حالا این بایدن به خیال خودش میگه خیلی هم من هنر کردم که می و جون و جولای و آگوست رو 4 ماه
از اینها وقت گرفتم تا بلکه بتونم این چندین صد هزار نفر آمریکایی خارجی رو از اونجا خارج کنم. و خیلی هم گریه و زاری که آقا تو این مدت دو سه هفته 25 نفر کشته شدن. بایدن میگه من درد شما رو میفهمم چون پسر خودشم کشته شده، ولی میگه شما اینگاه یادتون رفته اینا روزی 70-80 نفر خودشون میکشتن، 4-5 نفر هم کشته میشد توی مال آمریکایی ها و صبح فقط اسمشون رو میخوندن میرفت، تموم میشد میرفت. حالا یکی از این سربازای آمریکایی که کشته شده ایرانی تباره. این ماجرای ایرانی تبارم یه صحبتیه که شما این تبارت رو تا چند جنریشن منتقل میکنی. آیا این بند خدا کریم نیکویی جوان 20 ساله آمریکایی که رفته سربازی تو آمریکا اجباری نیست، رفته برای حقوق، یا رفته که شهریه دانشگاهشو بدن، یا اون به اصطلاح ماچومنیش ماچومن منم دوست داشته اسلحه بگیره رفته، یا واقعا وطن پرست بوده؟ وطن پرستی آمریکایی هم مثل همون ایران که آخوندا گول میزدن مردم و جوونا رو میفرستادن روی مین، آمریکا هم اینجوریه. آقا چه وطن پرستی که شما میری بچه بیگناه افغان رو میکشی؟ خب حالا آقای کریم نیکویی رفته و بدبخت بدشانسی آورده و کشته شده. جو بایدن زنگ زده به خانواده شون. اولا هیچ جا صحبتی از پدر این، وقتی ما فاملش نیکویه یعنی پدره ایرانیه، صحبتی از پدرش من ندیدم. شما دیدین؟ شما خوندین؟ اصلا پدره اینجاست؟ زن گرفته بول کرده رفته ایران، رفته یه زن دیگه گرفته، کجاست؟ من دوست دارم بفهمم. خب حالا بایدن وقتی زنگ زده، زنگ میزنن به رئیس جمهورا تسلیت میگن و اینها، با مادر کریم مادر کریم نیکویی سرباز آمریکایی ایرانی تبار صحبت کرده. گویا مادره خب عصبانی و اینها و طرفدار ترامپه، گفته تو رئیس جمهور ما نیستی، اگر ترامپ که رئیس جمهور مادر اینه بود ایشون کشته نمیشد. ببینید دوستان، طرفداران ترامپ اینجا بهشون میگن ردنک. کلومیای شیراز، تهران، من نمیدونم چی بهش میگفتن. آدمای کم سواد جای بزرگ شدن که حتی اگر خودشون هم آدمای چیزی بودن امکانات کم بوده. تو شیراز وقتی به یک میگفتن کلومی، یعنی اینا آب و آفتابه ندارن، دستشویی که میرن باید با گل، با کلم، گلی که بارون خورده بود بعد سفت شده بود، با کلم باسن خودشون رو تمیز کنن. این معنی بود که من فهمیده بودم از کلومی. اگه چیزی دیگه است لطف کنید بنویسید. بله، آقای اکبری میگه آقا حبس ابد در اروپا 20 سالم که شما گفتین 15 ساله. خب حالا اینا تازه اینم گرفتن. واقعا اولین روزی که آقای نوری رو گرفتن دیگه این کارا توی ایران چیز شد، استاپ شد، متوقف شد. یا هفته پیش عدل علی یا عدالت علی، یک گروه هکری که حالا کم کم داره پیش در میاد که اینم باز موزی بازی خود آخوندا بوده، طرف میگه آقا دیدی فیلمای، میگم بله، بعد میگم شما شوکه شدی؟ اینا تو خیابون با ماشین میرن رو مردم میکشن، اینا تو خیابون دختره رو از بالای ساختمون تیر میزنن مغزش منفجر میکنن، اینا تو خیابون با ماشین با موتورسیکلت میافتن دنبال جوونا مردم رو میکشن میزنن. حالا تو تعجب کردی که یک مریض بیمارستان رو اینا مال زندان میکشن میبرن؟ تو تعجب کردی که آخوندی که تو زندان کار میکنه میاد پاشو از روی این آقایی که افتاده بلند میکنه و میره؟ عجب ملتی هستین. یعنی این همه سال همه میگن تو زندان ها شکنجه می شدن، نمیدونم تجاوز می شدن، اینها رو شما باور نداشتی؟ حالا فقط این فیلمه رو باور داری که رئیس زندانی آقام شیراز بوده، زندان عادل آباد بوده، حالا اومده خودشم مات و مبهود که این یکی یکی داره هک میشه. نظر شما راجع به هک شدن سیستم زندان اوین چیه؟
و آیا اینا اصلا ککشون هم میگزه؟ همون موقعی که اجعی گفت برید دنبال اونایی که اینا رو پیدا کردن، نه عذرخواهی از زندانیا، دیدید از رهبر عذرخواهی کرده، نه عذرخواهی از مردم، طلبکارم شدن برین اونایی که اینا رو پخش کردن و فلان پیدا کنید بگیرید تا دوباره اونا رو بیاریم بعد بگیم حالا میخوای شکنجه رو حقیقی ببینی از تو دوربین نگاه نکن. بفرما. خب بذار من اینو بیارم پایین تر که بتونم اینم بخونم و با شما باشه. شهرهایی که به شما پول میدهند تا بروید آنجا زندگی کنید. من فکر میکنم وقتی که مادر این کریم نیکویی به جو بایدن گفته حالا شما بازم منو میبینی، چون 18 سپتامبر دوباره طرفدارای ترامپ میخوان بیان تظاهرات، از همین دیروز تو واشنگتن داشتن این فنسا یا این نردهایی رو که تازه جمع کرده بودن دوباره میزدن. چه مخارجی ما بدبختای تکس پیر آمریکا باد بدیم؟ شما باورتون میشه روزی 300 میلیون دلار آمریکایی پول میداده برای افغانستان؟ 20 سال یعنی بنده 20 سال روزی 1 دلار، سالی 360 دلار، 20 ضرب در 300، 7000 دلار پول یه ماشینه. اون وقت همین خیابون ما میری اونور یه تابلو زدن نوشته 1 2 3 4 5 فیت یا فوت، اوکی؟ بارون که میاد به ما نشون میده بارون وایساده نرین تو جاده، یعنی یه پل این پشت نمیتونن درست کنن. مخارج زیاده ولی روزی 300 میلیون دلار خرج افغانستان میکردن و دیدید چه دانشگاه‌هایی زدن، دیدید در این 20 سال بچه‌ای که دنیا میمد چجوری مدرسه رفت، چجوری رفت دبیرستان، چجوری رفت دانشگاه و الان افغانستان چه افرادی، همشون بدبختا با تنبون، با نعلین، با دمپایی‌های چی میگین این دمپایی‌هایی که میره لای انگشتشون، هیچ وقت من نتونستم این دمپایی‌ها رو بپوشم، اصلا وقتی میپوشم میگم پام از این ور میره، هیچ وقت نتونستم. و جالب اینه برای نوام یکیشو خریدن پوشید، گفت من نمیتونم بپوشم، خندیدم گفتم خب بیا تو هم مثل من هست. یه مشتی آدم بدبخت، من این دکترمون آقای اکبری افغانیه، آقای واصل اکبری خیلی انسان شریفیه، اون روز که رفتم دیدمش صبح سه شنبه گفتم والله من نمیدونم، ایشون حال من پرسید، گفتم خوبم حال شما چطوره، که آدم وقتی هم حال دکترش میپرسه خندش میگیره. بعد گفتم البته میدونم با این اوضاعی که در کشور شماست، ایشون گفت که بله متاسفانه کشور من هم یتیم زیاد داره هم بی سواد زیاد داره، و این جورج بوش احمق اگه یه مش ویدیو ریخته بود پایین، یه مش فیلم ریخته بود پایین، یه مش اسباب بازی ریخته بود پایین، ولی اونا نمیان اسباب بازی که 3 دلاره بفرسن، که بمب میفرسن که 500 دلاره، نمیدونم 500 میلیون دلاره. اینجوریه که آمریکا تونسته دوام بیاره. حالا مردم هم میگن آمریکا از افغانستان رفت، نرفته آقا، از تیررس خودشو کشته عقب. توی ارتش به شما یاد میدن اگه رفتی داخل دشمن فکر میکنی رفتی پیشرفت کردی داخل دشمن، ولی یادت باشه این دشمن دورت بعد حلقه میزنه، بعد شما میری وسط اون گیر میفتی، پس باید خودتو ببری عقب. این عقب نشینی نیست، این خودت رو از تیر رس بردن بیرونه. حالا بگیم عقب نشینی، بگیم شکست آمریکا، شما فکر میکنید آمریکا یاد میگیره؟ این همه شکست، این همه تکرار که آقا نرو کشورهای دیگه، اگه حتی از تو درخواست کنن تو باید ببینی کدوم قسمت جمعیتش، چه درصدی از جمعیتش از تو درخواست کرده که بیای به اونا بپیوندی. دوستان این برنامه رو اگر از طریق یوتیوب میبینید، این هشت، اجازه بدید من یک کلیکی بزنم اینجا، هم اینو درست کنم هم اینو درست کنم و بیام به شما این هشت، نگاه کنید این میاد میگه فیسبوکمون، این چون این دیگه آماده درست کرده بودن من اونا رو بر نداشتم، فیسبوکمون، نمیدونم اینستاگراممون، تلگراممون، ولی اگه از یوتیوب تماشا میکنید یوتیوب رو هم سابسکرایب کنید، مثل این دوستان روی فیسبوک اگه هستید فالو کنید، دنبال کنید، اینا هم مردم سر کار گذاشتن، از این ور بلاک و لایک و دوست داشتن گذاشته، از اون ور فالو گذاشته، از اون ور آقا دیگه مردمم نمیدونن چه کار کنه. در صورت بماند
آمریکایی‌ها بهترین دوستان خود رو هم جا گذاشتند و در رفتند. حتما شما هم دیدید عکسایی رو که آمریکایی‌ها سگای خودشون رو گذاشتن. اولا خیلی از آمریکایی‌ها وقتی اومدن افغانستان این سگای ولگرد کوچه و دور پادگان و خب اینا خوراک میخوردن زیاد دور ریز داشته، سگ بیشتر جمع شده، خیلی از اینا سگا رو یه جوری نگه میداشتن، مثل اداپت کرده بودن، حتی یواشکی از چشم فرمانده و فلان اینا مثلا پشت چادرش همینجور سگ رو نگه میداشته اینا بمانه. خیلی از سگها آموزش دیده هستن برای بمب شناسایی شدن، برای جسد پیدا کردن اینها، اونا مال ارتشن و این سگا خیلی هم خرجشون میکنن تا به اونجا برسن. بعد وقتی هم بازنشست میشن یا مجروح میشن، خیلی ها تلاش میکنن تا اینا رو به اصطلاح اداب کنن ببرن. من اون خبر رو فکر کنم آقای اکبری نوشته بود، وقتی دیدم رفتم زدم، گفت که ارتش آمریکا میگه ما سگهامون رو اونجا جا نذاشتیم، سگهای ما مثل سربازامون هستن. و نمیدونم حالا دو تا خبر داره پخش میشه، یکی میگه سگاشون رو ول کردن رفتن، گفتم ای بابا شاه ارتشیا و نمیدونم وزیراشو ول کرد رفت، حالا این سربازای بدبخت جونشون رو برشتن در رفتن، سگا رو گذاشتن، ما ایرانیا که اونجا زنده زنده سگا رو میکشیم داریم ایراد میگیریم. در هر صورت خبر دیگه اینه که خود ارتش آمریکا گفت ما بهشون هم میگن سرویس داگ، یعنی سگایی که دارن خدمت میکنن، گفته بود ما به هیچ وجه سگایی رو که خدمت کردن رها نکردیم. یعنی حقیقتا آمریکا میگه یه جوری ما افغانیایی که بهمون خدمت کردن ول کردیم اومدیم، ولی سگا رو ول نکردیم. یعنی به زبان ساده افغانی که رفتی برای آمریکا کار کردی، خوش بودی 20 سال، فخر میفروختی به همسایت که من بچه‌م حال مدرسه آمریکایی میره چنین و چنان، امروز توی بیچاره ارزشت از سگ آمریکایی کمتره و خودت و خانوادت و حتی فامیل نزدیکت در ترس و وحشت باید زندگی کنی. اینم باز یه درسی باشه برای کشورهایی که وقتی یه نیروی خارجی میاد فوری نرن خودشونو بندازن تو بغل اون، تو آغوش اون. حتی اگه اشتباه نکنم تو آلمان بوده زنایی رو که دو سه تا داستان هست، یکی این که زنا به خاطر که برن جاسوسی کنن میرفتن میخوابیدن با ارتشی های آلمان و فلان، ولی یکی دیگه هست که زنایی که میرفتن برای پول با اینا بودن بعدن اعدام شدن، گفتن شما به اصطلاح دو تا توهین به کشور ما کردید، یکی این که رفتید، یکی این که به اصطلاح آبروی اون چی میگن اعتبار ما رو آوردید پایین. نمیدونم داستان ها زیاد. و اما بازگشت مسئول امنیتی پیشین بن لادن به افغانستان، اینا همونایی هن که از دوره ترامپ آزاد شدن، همونایی هن که چیز میخواست آزادشون کنه اوباما نتونست، همونایی هن که بعدن حالا این چند روز گذشته این طالبانی ها هر شهری رفتن زندان اون شهر رو باز کردن، افراد باز به اینا پیوستن یا رفتن به داعش پیوستن. مگر ترامپ نگفت ما داعش رو از بین بردیم؟ چرا الان خود ترامپ میگه داعش قوی تره؟ برای که هم اون موقع دروغ گفت هم الان دروغ میگه. حالا باید صبر کرد و دید. خب عکس ما، من این عکس به شما نشون بدم ببینم که آقای ما، خانم ما، خیلی ها میگن خورشید زنه. ببینید من الان این عکس رو نگاه کنید دوستان، مثل همون عکس اون سرلشکر گذاشتم، ببینید چی نشون میده اینجا. ولی این عکس حقیقتش اینه، بذارید ما باز بشه، یه شعری مارتیک میخونه مادر میاد که چی بشه، یعنی میگه که تو اینجا هستی دیگه احتیاج به ما نیست. خب این ببینید این عکس از کامرای دو نگاه کنید، این عکس رو من وقتی تصویرش رو از کامپیوتر میدم اینجوریه، ولی همون عکس رو میکشم میارم میذارم تو سیستم
وید بلستر که ویدیو آدیو رو میکس میکنه اینجوری میشه. حالا درستش نشون بده کامرای دو، یعنی یه کار دیگه هم کار ما اضافه شده. حالا باید شک کنیم. میگه که دیشب در افغانستان تصویر ملا محمد عمر رهبر فقید طالبان را در ما دیدند. منجمان و ستاره شناسان پس از بررسی اعلام کردند این پدیده نادر هر 43 سال یک بار به وقوع می پیوندد و نامش ملا قمر است. خب یادتونه که 43 سال پیشم در ایران گفتم خمینی رو در ماه دیدن و منجما یادتون باشه مثلا میگه امشب فلان ساعت خسوف میشه، فردا کسوف میشه و این اتفاق هر از 100 سالی میفته، یا میگه یه شهابی میاد از بغل کره زمین رد میشه، این اتفاق هر از 15 سالی میفته، که الان شهابا رو میزنن تیکه تیکه میکنن خودشون که تبدیل بشن به سنگای کوچیکتر، و این به شوخی نوشته که این اتفاق هر از 43 سال یه بار میفته و اینجور میشه. میگه سر زنهایی که با سربازان آلمانی میرفتن را میتراشیدن و در شهر میگرداندن و بعد اعلام میکردن. پس اینو درست یادم، ولی یه سری اگه اشتباه نکنم تو فرانسه به یه زنایی که زنای درست حسابی بودن ولی به جای زنای هرزه و تنفروش رفتودن با اونا دوست شدودن و جاسوسی میکردن مدال حتی دادن. اون داستان هم هست. خیلی ممنون آقای شیرازی، حواسش به ما هست. و این آقای شیرازی میشه بگی فلور دیرکتوره، و وقتی ما به اصطلاح یه جا چی میکنیم این یه کاغذی میاره بالا به ما نشون میده تا برنامه ما قوام و دوام ببخش داشته باشه. خیلی ممنون. خب اوکی، اجازه بدین ببینم که وزیر نیرو اگه اشتباه نکنم، احتمالا وزیر نیرو جدید دیگه، دولت جدید، و ضمناً دیدید وزیر امور خارجه ایران عوض نشد، حالا عوضش کرده، از ظریف رفت یه آقای دیگه که این مرده که این دیوونه است، میره با این انگلیسی بعدش با عربی بعدش این ور اون ور زر میزنه. و یه نفر خیلی قشنگ تفسیر میکرد، میگفت که مردم به اصطلاح اعراب مثل ما ایرانی ها نیستن که یه خارجی دو تا کلمه فارسی که میگه قربون صدقش میریم، اگه فوش هم بهمون بده به اشتباه باز میخندیم. میگه اینا خیلی مغرورن و وقتی یه کسی میره عربی رو بد صحبت میکنه، یادم افتاد به آقای رجوی، گویا داشته عربی میخونده اون آقای به اصطلاح حسین نژاد، اینها قربان علی حسین نژاد که مترجمش بوده، میگه آقا این شما داری عربی رو به فارسی مینویسی به اینا میدی، اینا بعدشون میاد میفهمن فلان. نه این ماجراست. این وزیر جدید وزیر خارجه آقای رئیسی هم دیدنیه، باید ببینیش. ولی وزیر نیرو یه جایی درباره کولرهای گازی صحبت میکرد و گفته بود که ما اگه اینا رو تبدیل کنیم، بعد یه نفر نوشته بود این احمق فکر میکنه کولر گازی با گاز طبیعی کار میکنه. من رفتم تحقیق کردم دوستان، کولرهایی هست که با گاز طبیعی کار میکنه و اتفاقا دارن تشویق میکنن جاهایی که گاز دارن مثل افغانستان، مثل ایران، اینها به جای برق، چون شما میدونید خیلی از توربینا گازیه، گاز میسوزونن برق تولید میکنن بعد منتقلش میکنن، خب به جای این آردی رو لوله کشی هم شده، از گاز طبیعی استفاده کنن و کولرای گازی رو به اصطلاح چی کنن. حالا اینجا هیچ که نمیگه کولر گازی، همه میگن ایر کاندیشن، چون از قدیم این کولرای اینا گازی بوده، ولی چون تو ایران یه منطقه مناطقی مثل شیراز کولرهای آبی بود، آب با آب میریختن، باد میخورد پشتش یه نسیمی میمد، بعد تو خوزستان و جاهای دیگه که مرطوب بود کولرهایی بود که سیستمش با گاز بود، تقریبا مثل یخچال کار میکنه، این کولر گازی تو ایران راه افتاده. ولی اون وزیر نیرو، دوستان هر چی دلتون خواد فوش بدین، ولی قبل از اینکه یه چیزی بنویسین به اصطلاح یه تحقیقی هم بکنین. خود من وقتی این دوستمون نوشته بود نوشتم که حالا خوب شد که این ننوشته که مثلا فکر نکرده که این گازها با گوز کار میکنه، و بالاخره به نظر من مثلا با از این
عذرخواهی کنم، چون اون درست میگفته من اشتباه. خب بذارید ببینم که چی میشه اینجا. بیام اینجا. اوکی، has been approved. بسیار عالی، این خبر خوبه. یه جایی یه چیزی فرستاده بودیم. از صبح تا شب این یکی $3 برای فلان نماینده. ما 2 ماه دیگه اینجا میخواییم فرماندار به اصطلاح انتخاب کنیم. از حالا یکیش میگه رو میاد میگه $3، یکیش میگه $5، همینجوری پول پول پول. و این پول در سیاست بود که انتخابات آمریکا هم بیمعنی شد. نمیدونم اروپا و اینها انتخاباتشون اینجوریه، ولی من تا موقعی که بودم اولا مثل اینجا نبود از الان برای 4 سال دیگه هی بری، مثل اینجا نبود اینا دست گدایی بردارن به همه بگن پول پول. یه دوره خیلی کوتاهی تبلیغات میکنن، خودشونو به مردم میشناسن، مردم انتخاب میکنن، تموم میشه میره. ولی آمریکا واقعا افتضاحه. از اولین روزی که میاد تو دفتر میشینه یه سری استخدام میکنن، یه ساختمونای بزرگی رو میگیرن فقط برای جمع آوری پول، و هر کسی پول میده به اینها انتظار داره بعدم یه کمکی بگیره. آقای شاه که خیلی دلش خوش بود، فکر میکرد نیکسون دوستش داره، نیکسون به خاطر مبالغ زیادی که شاه داده بود بهش به اصطلاح سعی میکرد که این کار انجام بده. تازه داشته چه کار میکرده؟ بازم اسلحه میفروخته. یکی از افتخارات شاه اللهی ها اینه که نیکسون گفت شاه هر چی میخواد بهش بدین. خب مثل این میمونه که یه مغازه سوپرمارکتی من داشته باشم، حالا یه سری جنس خوب داره، یه سری هم میوه ها داره فاسد میشه. آقای اکبری که میاد تو، به شاگردم مندت بذارم سر آقای اکبری بگم ببین پسر ایشون هر چی میخواد میتونه بخره. خب اینا باز کردن سوپرمارکت، باز کردن که بفروشن، یه تعارف بی خودی، هر چی این میخواد بهش بدید، هر چی آشغال میخواد بارش کنید بره. عجب ملتی هستی. یه جای دیگه دیروز راجع به آقای رحیمی، نمیدونم شما تیمسار رحیمی، آقای اکبری شما هم نوشته بودید برای زنش احساس به اصطلاح بدبخت. واقعا کسی که خب شوهرش اعدام میکنن، مخصوصا کسی که دیگه بعد ازدواج نمیکنه، زندگیمون هم خراب شد. ولی این که یه نفر اومده بود مزخرف نوشته بود که خلخالی گفت برین چیزای اینو مصادره کنید، وقتی رفتن دیدن اه خونش که مال خونه سازمانیه، حتی قاشق چنگالش هم از شهربانی آورده. آخه ببینید، این شما داری توهین میکنی به تیمسار زمان شاه، داری توهین میکنی به شاه. این چه شاهی بوده که تیمسارش خونه نداشته؟ اونم تیمسارهایی که همشون قمارخونه داشتن، باغ داشتن، همشون زمین این ور اون ور میگرفتن، فلان بچه فلانی رو از سربازی معاف کن یه زمین نمیدونم یه باغ فلان. بعد آقای تیمسار رحیمی حتی خونه نداشته. اگه اینجوری بوده، این بدبخت تیمسار رحیمی آدم نادانی بوده که تو خب برای چی به شاه اینقدر علاقه داشتی؟ تو هم همجنس باز بودی؟ ارنست پرون بودی؟ چی بودی؟ وطن پرست بودی؟ این که ارتش شاهنشاهی بود، ارتش ملی نبود که. تو که به ملت و به وطن قسم نخوردی، تو به تخت و به تاج قسم خوردی. ولی چه فایده داره؟ شما با کی صحبت میکنی؟ آخه این چیه مینویسید؟ شما آبرو خودتونو میبرید، دانش خودتونو نشون میدید. باز برمیگرده به اون که تا مرد سخن نگفته باشد یا تا شما چیزی ننوشته باشی، علم و هنرت یاد باشی و عیب و هنرت نهفته باشه. اینم از این ماجرا. راه سوم، راه نجات ایران، آقای شعله سعدی، آقای عمر اینا گفتم. و اینم از این آقای جاوید شهافر هم اینجا نوشتم. آقای جهافر شهافر من اینو گفتم، ولی من هنوزم فکر میکنم فخرآور با زرنگی خاصی از شما و دیگرانی که اون روز هول شدید، حالا یا به خاطر یه بلیت مجانی، اگه بلیت و هتل و اینا رو هم خودتون داده باشین که دیگه صد واویلا، فخرآور از شما سوء استفاده کرد. اینا شماها رو میارن، ببخشید این حرف رو میزنم، این سیرک، این باغ وحش نشون میدن تا بتونن بلیت بفروشن، پول بگیرن از این سازمان، از اون سازمان، از هر سوراخی که میتونن. و شما بازیچه دست فخرآور شدین. اگه فکر میکنید من اشتباه میکنم، تشریف بیارید یک برنامه مهمان من باشید و با هم صحبت کنیم. اگر
دوستان بیننده گفتن سوربی تو اشتباه میکنی، من توی برنامه از شما عذرخواهی میکنم. بله، میگه ولی یک نفر خوب جواب آن کامنت در رابطه با تیمسار رحیمی را داده بود، من دیگه نخوندم بعد از اون چی گفته بود، شما بنویسید ما بخونیم و الی آخر. همین خانم تیمسار رحیمی آیا مثل دیگران وقتی اومد آمریکا رفت آمریکا بود کجا بود، رفت آرایشگاه باز کرد، کار کرد، رفت تو رستوران ها ظرف شد، یا اینا انقدر پول خارج داشتن و به جای اینکه خونه بخره تو ایران پولاشو تو خارج نگه داشته بود که اونجا خونه سازمانی مجانی استفاده کنه؟ ببینید اینا تحقیقات نصف و نیم کارن. شما یادت بچه برای که بدوی بیاد فیلم نگاه کنه میگفتن که کارتو تموم کن، نیم ریده ول نکن بیا، چون مادرش پدرش میدونست این نیم ساعت دیگه دوباره باید بره دستشویی، اگرم فیلمی باشه که نتونه بره تو شلوار خودش خرابی میکنه. دقت کردی این چند روزه همه از صحبت تغییر هوا و راه چاره میکنن؟ فکر کنم برای پولهای خرج نشده جنگ چاه میخوان درست کنن، چایی که برای مردم آب نداره اما برای خودشان نان داره. ماجرای اینو میدونید که آب نداره برای ما ولی برای شما نون داره. میگن یه نفر یه کسی رو استخدام کرد، تو ایران اون وقتا چاهکن استخدام میکرده، ولی چاهکن قبل از اینکه چاه رو بکنه به طرف میگفت که اینجا آب داره یا نه. یعنی تو کارهای ساختمان تپوگراف میگن، چی میگن، که نشون میده کجا آب هست، کجا آبهای زیرزمینیه. بله، میگه دقیقا همین حرفایی که شما الان زدید. خیلی ممنون، والا به خدا من نخوندم نوشتهای اونو، حالا اینجا مثلا کپی کنم. این چیزیه که هر عقل سالمی تا میبینه خب به فکرش میفته که آقا بنده دبیر هنرستان بودم، روز سوم که اومدم اینجا رفتم رانندگی کامیونز کردم ساعت 8 دلار، اینجا رفتم کتاب تلفن پخش کردم، کتابی از این خونه یک ببر اون خونه 15 سنت، دفترهای تلفن کلوفت قدیمی سنگین رو بگی بذار هی یکی یکی تو پلاستیک گره بزن که اگه بارون اومد این خیس نشه، یکی یکی به 15 سنت. آخه مگه چند تا خونه آدم میتونه ببره اینا رو بریزه؟ 1000 تاشو که پخش میکردیم نه فکر کنم میشد 15 دلار یا 150، نمیدونم، اصلا انقدر کم بود که آدم دیوونه میشه. هر کاری دیگه شما بگید من اینجا کردم، ولی افتخارم اینه که 2 تا بچه شما باورتون میشه تو آمریکا دانشگاه پولیه؟ 2 تا بچه رو فرستادم دانشگاه 9 سال. اتفاقا یه پیرنی اون روز برام بود طرف گاهه بچه ها شما ویرجینیا تک میری؟ گفتم نه من 9 سال رفتم ولی خودم هیچ مدرکی نگرفتم، بچه هام گرفتن، که افتخار میکنم. ولی این زن بچه های تیم سارا بیان بگن چی کار میکنن، چجوری پول لره بردن؟ ببخشید که اینو میگم، خیلی هاشون به تن فروشی افتادن تو ترکیه و این ور ور، که این مرده که رضا پهلوی بهش میگفتن آقا تو این همه پول داری یه جوون چیز هستی خودت برو کار کن، این پولا رو خرج اینا کن، یه نیروی جمع کن یه جایی. خب ببین الان شهر آمریکا به شما پول میدی بری اونجا زندگی کنی. این مرده که یادم، من به محمود قربانی گفتم اینو وردار برو تو این صحرای نوادا یه شهری بزنید به نام ایران، هر بدبختی هر جایی گیر افتاده نمیتونه بیاد ورش دارید ببرید اونجا بشه ایران شهر. مگه هی دلتون خوش نیست مجله ایران شهر درست کرده؟ ایران شهر رو ایران شهر درست کنید، نه مجلش. بله خیلی ممنون. میگن یه نفر یه چاهکن استخدام میکنه، چاهکنه یکم که میکنه به طرف میگه آقا اینجا آب، این چاه آب نداره. اون طرف معماری بوده که به من خونه فروخت تو ایران، میگه که تو کاری نداشته باش. خب درسته برای من آب نداره ولی برای شما نون داره. آیا اکبری من یه خونه خریدم، خب دوست داشتم خونه نو بخرم، یه خونه 110 متری خریدم 200 خورده هزار تومان. این معمار آمده بود یه بشکه 55 گالونی تو ایران بهش میگفتن 220 لیتری به جای چاه برای توالت اینو گذاشته بود، چند تا سوراخ زده بود وقتی کسی میرفت توالت میرفت تو این 220 لیتری، بعد مثل آبکش اصلیاش میموند آباش میرفت این ور اون ور. شما فکر کن مثلا سر 3 ماه 2 ماه پر میشه، بسیگی داره که شما چقدر خودت تمیز بشوری و این آبات بالاخره
بالاخره یه جا میره سیراب میشه، کلمه سیراب یعنی همین دیگه، آب نمیکشه. الان منطقه واشنگتن به خاطر این دو سه روز گذشته بارون سیراب شدن، دیگه آب نمیکشه زمین، با وجودی که تو آمریکا اینقدر رعایت میکنن. شما تو آمریکا از بالا نقشه‌ش رو نگاه کن، سبزی‌ها رو که می‌بینی، خونه‌ها رو که می‌بینی، دلشون برای من و شما نسوخته که ما سبز باشیم، کاشی نباشه، میخوان که آب وای نسه بره. همون مشکلی که ایران داره، میگن به خاطر ساختن بدون برنامه و اینها آب‌ها درست نمیرن، آب‌های زیرزمینی، و بعدم بارون اینا که میاد اون سیلاب چون میشه، اگه زلزله هم بیاد که وا مصیبت. در صورت اینم ماجرای پتیک میگه که اینا دارن برای پولای مردم به اصطلاح میخوان یه چاهی درست کنن. من شوهر عمم امیدیه و آقاجاری، همیشه هم از خودم میپرسیدم اینا چرا میگن بریم آقاجاری، وقتی ما میریم نوشته امیدیه فلان اینا، بعد نگو که این آقاجاری و امیدیه و اینها و همش جزء خوزستانه و خب هر کسی برای خودش یه اسمی داره. حالا این امیدیه میگه بعضیا بهش میگفتن امیدیه، یعنی امیدی هست. دلیلش هم این بوده شرکت نفت که میاد اونجا، اون آقاجاری و یه جای دیگه هم بود، ضیاء آتابای مال اونجاست، اولین جایی بوده که نفت بوده، مس سلیمون اینها، وقتی که نفت میاد، شرکت نفت میاد خونه میسازه برای کارمندا و برای کارگراش اینا. من یادم ما وقت میرفتم خونه عمم اینا، میگفتم چرا شما دیوار ندارید؟ بعد میگفت برای که اینجا دوز نداری. دیواراشون چیز بود، یه فنس این چیزایی هست، مرغ توش نگه میدارن. اینجا حتی میگن که این شبکه‌های چیز برای، بهش میگن چیکن لینک، یعنی برای مرغداری اش استفاده میکنن. شما توشو میبینی ولی یه چیزایی بافته شده اینجوری که من روی این یه در کوچولو بود، روی این آبرک میخوردیم یا تاب میخوردیم، هرچ بمانه. امیدیه دوستان یه فیلمی هست، من اگه بتونم الان لینکشو پیدا کنم برای شما میذارم تو فیسبوک، شما هم لطف کنید با دیگران نگاه کنید و ببینید چرا مردم دوباره برگشتن به همین آخوندا و مسجدیا. یعنی 4 نفرم که اومدن ادا در بردن گفتن ما دموکراتیم، ما پیشرفته هستیم، زن بچهش شیراز، زن بچهش اصفهان، خودش آقاجاری، همون مثل تیمسارا، ماشین شرکت، خونه شرکت، بریز به پاش شرکت، یه دفعه آقای میاد مسجدی و نمیدونم جبهه رفته و فلان، میگه آقا ما قرار بود مردم اینجوری باشن، آب اینجوری باشن، میاد انتخابات به جون هم میفتن، همدیگر رو میگیرن، دادستان و فلان اینها، ولی این میاد میاد کانال فاضلاب رو تبدیل میکنه به یک کانال قشنگ، اونجا پارک درست میکنه، آب میاد، همه میرن اونجوری میشن. الان آقاجاریه و امیدیه که اون موقعی که شرکت نفتی ها اومده در اونجا، مردم بومی هم به هم دیگه میگفتن که امیدیه میشه اینجا زندگی کرد، الان میگه همش افتاده دست مسجدی ها، همش افتاده دست مذهبیون. خب بذار ببینیم پتیک چی میگه. میگه بایدن هم مثل ترامپ از کارهای خوبی که کرده صحبت کرد، اما در مورد این فاجعه باران و طوفان حرفی نزد و اقدامی نکرد. خب باران و طوفان و اینا میگن act of God، یعنی کاری که خدا انجام داده. به خاطر همین مخصوصا بایدن هم مذهبیه، این یه شنبه تا یه شنبه حتما کلیساشو باید بره. خلاصه و همینه، همیشه همه میان از کارهای خوبی که انجام دادن میگن، از کارهای بد نمیگن، ولی پلیس برای اینی که کار بد من شما رو بگیره، گروه های نظارت بررسی برای اینی که کار من و شما رو، بدای من و شما رو بگیره. اون احمقایی که میگن آقا شاه اینقدر کار خوب کرد، شما بیا بگو، کار خوب وظیفه‌شه که کار خوب انجام بده، حقوق میگرفته، زندگی داشته، چند تا خونه بهش دادن مردم، اوکی؟ کار بد باید یقشو بگیرن. شما نمیتونی اگه تو جاده داشتی میرفتی، دیروز اینجا یه پسر جوانی با موتورسیکلت 130 مایل، یعنی 200 کیلومتر بیشتر تازه در ساعت داشت میرفت، بعد یه دفعه زد ترمز، همون پلیسی که پشت سرش بود زد بهش، حالا تو بیمارستانه، خدا کنه نمیره، ولی میگفتن تو شرایط بدیه.
این آقا نمیتونه به آقای پلیس بگه آقا من همیشه خوب رانندگی میکردم، تازه 4 روز پیش اینجا تو ترافیک کمتر از سرعت میرفتم، پس حالا حق دارم 130 مایل. اول 84 مایل میرفته تو منطقه 55 مایل، پلیس میفته دنبالش روشن میکنه. البته فکر کنم این پلیس هم یا از کار برکنار میکنن یا تنبیه و توبیخ، چون اینجا بهشون گفتن اگه طرف دیدید داره برای خودش و برای دیگران خطرساز میشه ولش کنید بره، چون شما چه کار میکنید؟ اینو تعقیب میکنید، خودتون که میزنید به دو سه تا ماشین دیگه به همدیگه میزنن، بعدا آخر اینو میگیری میندازی بیمارستان. خب حالا یه افتاد بیمارستان، آدم نادانی که با موتورسیکلتی 135 مایل میره، شما این فکر کنید وکیله، فکر کنید دکتره، فکر کنید صاحب یه شرکته، یا آدم بدبختیه که میخواسته بره سر کار دیرش شده، انقدر احمقه که خب اگه تو بیر سر کار یه ساعت 8 دلار 10 دلار از دست میدی، حالا چرا میخوای تون بری؟ وقتی هم پلیس خواسته نگهش داره پیش خودش گفته ای داد بیداد، حالا باید 200 دلار هم جریمه بدم، تونتر رفته. به کجا رسید بیمارستان؟ خرج بیمارستان داره که بده؟ من فکر نمی کنم. کی میده؟ من و شما یه تکس پیر یا مالیات پرداز. و بیمارستان چجوریه؟ هیچ وقت فکر کردید بیمارستان از گرونترین هتل های دنیا گرونتره؟ هتل های دنیا به تو میگه من استخ دارم، این دارم، اون دارم، فلان، شب 400 دلار، 500 دلار، 600 دلار، 1000 دلار. حالا برید ببینید بیمارستان ها که نه استخ بهت میده نه سونا بهت میده شبی چند، تازه بیشترشون هم یه نفر دیگه هم تو اتاقت خوابیده. خب یوری بدنساز قزاقستانی با عروسک جنسیش ازدواج کرد. من اینایی که همیشه بدنسازی میکنن اولا خندم میگیره، همشون مثل که آینه شون فقط این بالا رو نگاه میکنن، پاشون یادشون میره، پاهاشون مثل چیکنه، مثل مرغ لاغره، این بالا اینجوری، بعد پیرنهاشون نمیرن یه پیرن شماره بزرگتر بخرن، یه پیرن تنگ میخرن که این بازوش توش پیدا باشه و فلان نه. حالا این آقای بدنساز مال قزاقستانه رفته با یه عروسک ازدواج کرده، عروسک جنسی که میدونید یعنی چی، یعنی طرف انقدر بی دوست دختری بی نمیدونم چی کشیده که میره یه عروسک میخره 600 دلار 300 دلار نمیدونم هرچی قیمتش، با اون سکس انجام میده، بعد این با همینم ازدواج کرده. حالا ببینید دنیا داره به کجا میره. خب اینم همین ماجرای آقای بدنساز، اسمش یوریه، مال قزاقستانم هست. خب زیرنویس رو بخون، او قدرت گرفتنش رو داره یا کاسه شعر است. ببینم چی نوشته. بایدن نوشته corporation and billionaire need to pay their fair share. ممکنه بتونه یه کارای انجام بده ولی تا مالیات زیادتر میگیرن پتیک جان، یه سری از این شرکتایی که اینجا هستن و میبینن اونی که رفته مالیات نمیده، آفشور میرن کشورهای دیگه یا اونا هم میرن بیرون و دنیا داره میرسه به یه جایی که نمیدونه چه کار کنه. تا وقتی یک کشورهای دیگه هست به اینا میگه شما بیاین اونجا کارخونه بسازید، فقط مردم ما رو به عنوان کارگر استخدام کنید، ما از درآمد کارخونه شما مالیات نمیگیریم، ما حتی زمین کارخونه رو بهتون میدیم، ما حتی برات آب و برق هم وصل میکنیم مجانی، ما حتی نمیدونم 5 سال اول پول آب و برق هم ازت نمیگیریم. اینه و این رقابته. حالا چه حسنایی داره چه مضراتی داره. حسنش اینه که کشورهای دیگه هم یکم جون میگیرن. چطور؟ مکزیک از روزی که آمریکا هی رفت کارخونه های ماشین سازیشو اونجا زد، خب کارگر مکزیکی و اینا دیگه مجبور نبود بیاد اینجا. کارگر مکزیکی که اونجا پول در میاره اونجا هم خونه اجاره میکنه، اونجا هم خونه میخره، اونجا هم بچه‌ش به مدرسه میفرسه، پول در میاد، پول اونجا خرج میشه. پس وضع اقتصادی مکزیک با آمریکا یکم نزدیکتر میشه. همین قرصی که دیروز یا پیروز این دکتر اکبری به من داده، امروز خوندم نوشته بود Made in India. تا حالا من ندیده بودم که قرص ساخت هندوستان اینجا به دست آمریکایی برسه.
چرا؟ چون اونجا ارزونه. روزی 2 دلار میده به کارگر، ماکسیموم روز 5 دلار میده به کارگر، بعد قرص و اینا رو اونجا میسازه، یا احتمالاً مواد اولیهش اونجاست، نمیخواد حالا مثلا ریشه مک یا شیرین بیان رو از شیراز سوار کنه بوشهر، از بوشهر بره آلمان که قرص آسپرین بسازن برای ما. اینم از این ماجرا. میگه که این بدنسازها ضعف جنسی دارن و به خاطر اینکه جلو پارتنرشون کنف نشن میرن با یک جسم بیروح ازدواج کنن. شما حتما دیدید اون یوری قهرمان بدنسازی که فکر کنم اینجا باشه، من براتون پیداش کنم، توی گویا نیوز صبح دیدمش. یک لحظه، بله این خبران خب جدیدترا میاد میره. و خیلی ممنون از آقای زمانیان که برای من نوشته بود که این احمد فراستی اومده 10 ساعت توی کلاب هاوس. من آقا کلاب هاوس از اون روزی که گفتم بستم رفتم دیگه نمیخوام. و بله ایشون هم نوشته دیدمش، بذارید من به دوستان هم نشون بدم. اینجاست کپچه، بله کلاب هاوس رو بستم گذاشتم کنار. ولی آقای زمانیان چیزی که گفته بود یکم خنده‌دارم بود. نوشته بود که این فراستی آمده اینجوری گفته و اینا، بعد یه نفر که به اصطلاح شکنجه شده بوده اومده، همه این شاولایا بهش فوش دادن رفته و اینها. بعد آقای زمانیان میگه من نمیدونم ملت بیکارن که 10 ساعت اونجا هستن. بلا فاصله خودش گفت البته خود من 10 ساعتشم وایسادم، ولی سوربی باور کن همه این چیزایی رو که گفتن میتونستن در 5 دقیقه بگن. بله اینا با مهارت خاصی مثل همون معرکه گیری که ما را حتی سر راه رفتن مدرسه با وجود که میترسیدیم از چوب ناظم که الان وایسادی میخواد بهمون چوب بزنه، ولی وای میسادیم چون این پدر سوخته کلاهبردار که حالا اینجا احمد فراستی هست. و اگر ما ملت ملت مفعولی نبودیم اینا اینجوری جون نمی گرفتن که بیان تو بی بی سی بشینه. اون کسی هم که شکنجه داده سعید شاسوندی که با پررویی بهش بگه ما خوب کردیم شما رو شکنجه دادیم. میدونی همونی که من دارم میگم، برادری که میاد میگه کرونا برادرشو از بین برده، امروز میشینه دوربین فیلم میذاره به خامنه ای فوش میده که ایران پس فردا میگیرن، این باید بره اینا رو کله پا کنه. اگه 4 تا 10 تا از اینا کله پا میشدن الان اینا از سوراخاشون بیرون نمیمدن، فردا هم آخوندا این ور اونور از سوراخاشون بیرون نمیمدن. ولی چه فایده؟ دیدید نوشته فلانی انقدر دزدید رفت، من زیرش مینویسم اصلا نگران نباشید ما ملت غیوری داریم. همون جوری که پولای شاه و هزار خانواده و دزدی های اطراف و طوفانیان و رضا پهلوی و اینا رو یکی یکی تا پنی آخرشو گرفتیم، این پولای آخوندارم میگیریم. بعد طرف شروع میکنه فوش دادن. خب ازدواج بدنساز قزاقستانی با عروسک جنسیش. خب این آقا رفته این عروسک جنسی رو خریده و جالبتر این که میگه بعد از ازدواج، حالا ببینید چقدر این دیگه احمقه، بعد از ازدواج با این عروسکه توی اینستاگرام حاضر نمیشم چون دوست ندارم، دوست ندارم. اینا گوش کنید، یوری اسم این یوریه، ما یه دوستی داشتیم اسمش یوری، میدونید اون یوری گاگارین و اینا، خب این اسم خیلی رایجی هست. البته اون دوست ما میگفت خانواده بهش میگن یورکا. یوری میگه در یک رابطه احساسی بسیار عمیق، بله خیلی عمیقه احتمالاً، چون به قول دوستمون چیز شما کوچیکه اونو عمیق میدونی، بین ما وجود داره و بعد از ازدواج تصمیم گرفته از حضور مارگو، اسم این زنه مارگوه، در اینستاگرام ممانعت کنم چون به خاطر زیبایی مارگو نمیخوام مردهای دیگه ببیننش. ببینید این آدمی که عقده داره که میخواد بره بدنش رو کتکلوف کنه که به دیگران بگی من از شما قوی ترم، خب بعدش سرانجامش میشه این که حالا یه جایی میرسه که میگه من نمیخوام مردای دیگه اینو ببینن. ولی اون چیزی که مهمه امروز من و شما که نه قزاقستانی هستیم نه کارخونه سازندگی این عروسک رو داریم، امروز من و شما داریم راجع به این احمق صحبت میکنیم. اینم آقای
بدنساز. یوری بدنساز من اول خوندمش بدنساز قرمساق قرقستانی هم چیزی. خب یه دوتا عکس من گذاشتم اینجا، باز اگه بتونم به شما نشون بدم. این یکی یکی گوینده ها و هنرپیش های تلویزیون ایران، فیلم ایران، وقتی میرن خارج عکساشون صادر میشه، به اصطلاح میاد بیرون که یکیش داره آبجو میخوره، یکیش داره مشروب میخوره. حالا این نمیدونم چرا با آقای رامبد جوان انداختنش. این رامبد جوان که الان دیگه جوانم نیست، اینم درست مثل اونای دیگه، مثل مهران مدیری و اینها، از این آب گلالود جمهوری اسلامی تا تونسته استفاده کرده و این خانمم با این ریخت و قیافه، بعدن با این ریخت و قیافه، حالا سینه‌ش هم دکمش اینجوری و سینه اینجوری و بعد اینجوری، بعدم حالا دیگه لخت لخت اومده نشسته. ولی من نمیدونم، به اصطلاح خب اونم به خیال خودش لابد یه بار که اومده اروپا گفته چرا نه میاد، و خیلی هستن تو ترکیه الان دارن پول میسازن به وسیله، بهش میگن اینفلوانسر. اینفلوانسر یعنی کسایی که تاثیرگذار هستن. یک کرمی رو میزنه میگه امروز میبینید اینجای من این خوب شد، این کرمه، بعد اون کرمیه بهش پول میده. ببینم اینجا چیزی دارم، عکس ما اینا، فیلم مستند امیدیه رو حتما پیدا کنید نگاه کنید. وقتی میزنید امیدیه، فیلمای زیادی هست، ولی این فیلمی رو بزنید که سال 97 یعنی دو سال پیش گویا این پرونده و اینهاش به اصطلاح در جریان بوده. و اما درباره پیام‌های آقای بها اکبری در برنامه قبلی صحبت کردم. یه بار دیگه تلفن این بدبخت تنهایی که از کالیفرنیا شمارش، ولی از کجا باشه نه، شمارش من به شما میگم، زنگ بزنید یکم سر کارش بذارید، یا واقعا سر کارش نذارید، بگید تو وقتی تلویزیون نگاه میکنی زنگ میزنی به تلویزیون، برنامه اون تلویزیون رو برای این پخش میکنی، فکر میکنی که اون مجری باید چه کار کنه. شمارش هست 760-452-1990. من اینو بلاکش کردم. و اما مسعود معیدی کووید گرفت، هفته پیش خبرشو گفتم، اگه کسی حال احوالی از ایشون داره برای ما بنویسه. مسعود معیدی رو من خیلی دوست داشتم، وقتی باش آشنا شدم به نظرم انسان شریفی میمد. سر ماجرای اون آقای خادم، جواد خادم، فهمیدم که حالا اون خادم خائن و به اصطلاح دزد و بیشرف بوده و هست، فهمیدم معیدی هم برای که این میمون رو بیاره توی باغ وحشش و این بپره بالا و فلان، نقش یک لوتی و انتر رو داره بازی میکنه. از اون روز بود که گفتم نه دوستی آقای معیدی رو میخوام، نه کلاب هاوس رو میخوام، دوتا رو پاک کردم. مسعود معیدی کووید گرفت. یه جایی هم نوشته بود اگه کارت بانکی پیدا کردید اول 4 رقم آخرش رو بزنید، اگه کار نکرد بزنید 1234، اگه کار نکرد بزنید 0000، اگه کار نکرد برید بندازید تو صندوق پستی. من نوشتم بابا اگه کارت چیزی پیدا میکنید همون اول بندازید تو صندوق، اون بیچاره ای که اینو گم کرده اگه پولی هنوز توش باشه احتمالاً به این پول محتاجه، مگر اینکه پولاشو درآورده اینو انداخته تو خیابون که یکی مثل من و شما رو به اصطلاح علاف کنه. و زندان اوین هک شد، این خبر مال هفته پیشه. خب حالا چیکار کنیم؟ اگه تا امروز شما اینقدر نادان بودی، از اجتماع دور بودی که نمیدونستی تو زندانها، حالا این زندان اوین که زندان جدید دوره شاه ساختن، زندان عادل آباد هم دوره شاه ساختن، من یادم قبلا زندان کریم خان زند، ارگ کریم خان، ببین شاه چقدر احمق باد باشه و مسئولین شیراز چقدر احمق که ارگ کریم خان رو کرده بودن زندان. و خود من زمان حکومت نظامی اونجا به اصطلاح استفاده میکردیم برای نگهبانی، چون زندان عادل آباد باز شده بود. ولی بعدن همین آخوندای پدر سوخته اینا کردنش به اصطلاح جز آثار باستانی، بلیط می‌خری میری داخل و خیلی قشنگه. زندان اوین هک شد، تا امروز ما فرض میکنیم شما نمیدونستی، فکر میکردی هر روز زور ورزش و خورد و خوراک، امروز فهمیدی، حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ بیا بگو تا دیگرانم به پی شما بپیوند. خدا مقتدر و تواناست، اگه هست چرا شیطان از بین نمیبره؟
این یه سوال رو دوستانی که به خدا باور دارن بیان بگن. عکس جاب و عکس لاک پشت، بله یه لاک پشتی رو نشون میده که دوستش به اصطلاح پشت رو شده، چپه شده، این اینقدر هولش میده تا درست بشه. و یاد اون شعره میفتم که دوست آن باشد که گیرد دست دوست. من برنامه هامو از 2 ساعتم به 90 دقیقه تقلیل میدم، چندین بار گفتم، ولی وقتی دوست داریم، یعنی برنامه داریم، مهمون داریم، این کار انجام نشده تا حالا. سعی میکنم با وجود اینکه اگه مثلا مهمونی داشته باشیم بازم همین 90 دقیقه رو رعایت کنیم. و امروز هم من ساعت 10 برنامه رو شروع کردم، الان 11:28 هست. کم کم باید از شما آهان، یه مصاحبه من داشتم با آقای داریوش سجادی در 2 هفته‌ای که گذشت، خیلی ها تماس گرفتن و از داریوش سجادی بدی گفتن که نمیدونم این با امید و امیدوار. آقا برای من مهم نیست که با کیا مصاحبه میکنه، برای من مهمه اون چیزی رو که گفت. این یقه آقای مناشعمی رو گرفت و گفت خیلی خوشحالم که بالاخره یکی از شما اسرائیلیا اذعان کردید، اقرار کردید که شما به اصطلاح بمب اتم دارید. چون مناشه امید پیر خرف، من چند سال پیش اینجا دیدمش، بو میداد، نزدیکت که میاد بو میداد. خدای نکرده یه وقت به کلیمیا توهین نکرده باشیم، ولی خب دوستانی که از محله جودا رد میشدن به خاطر اون قصابی، حالا خیلی هم دلشون خوشه که کشه رو اینان، ولی قصابی های شیراز اونای دیگه یخچال شروع کردن، ولی اینا این گاوای بزرگ رو مینداختن، اصلا گوشت قهوه‌ای بود و بو میداد. خلاصه من وقتی آقای مناشه امیر اومد اینجا، تلویزیون داور بود اون موقع، اون بو و اون محله جودا، محله کلیمی ها تو شیراز برام تداعی شد. در صورت اون مصاحبه سربی با داریوش سجادی رو ببینید. من یه لینکی برای شما دوستان بذارم اینجا، چون برنامه ها امروز به اصطلاح سر موقع اجرا نشده، شما اگر وقت اضافی داشتید یه جایی، حالا یا خواستید خنده کنید یا بگرید به قول معروف به حال زار ما ایرانی ها، این تمام ویدیوها اینجاست. الان گذاشتمش روی فیسبوک و اینجا هم شد ساعت 11:30. اجازه بدین روی صفحه، آها وقتی اینو کلیک میکنم عکس خود من میاد، عکسی که مال روی فیسبوکه، عکسی که مال یوتیوبه، اون میاد. این مردم تیوی، یه لحظه اجازه بدین میخوام روی اینم لینک رو بذارم. و آقای حسن خزایی از سال 2011 تا الان میخواد چیز کنه. خب رضا کامروا گفته حیف از ریال، به جناب عالی کمک کنیم. خب کمک نکن احمق کسی که، بذار من صفحه اینم بهتون نشون بدم برید ببینید، کسی که عکسش قلابیه، صفحهش قلابیه. خب من به شما اومدم گفتم به من کمک کن، تو میگفتن بپا از گشنگی نمیری، کاسه دم فلان نگیری، برو. همین که نشستی داری نگاه میکنی نشون میده که من حرفی دارم میزنم که رو تو تأثیر گذاشته. اینم از این. حالا براش یه دونه لینک صفحه خودمو بفرستم که بیشتر منو ببینه و اگه رنج میبره بیشتر رنج میبره. مازوخیزم یعنی خودآزار، کسایی که به خودشون آزار و اذیت میکنن. تو زندان ها بعضی ها به خودشون چاقو میزنن، ضربه میزنن به خاطر اینه، و غیر از اینکه دعوا میکنن به هم. در هر صورت این آقا داره خودآزاری میکنه، نشسته داره برنامه منو نگاه میکنه. خب نگاه نکن آقا. و این ایز بزنم مردم تیوی رو بذارم لینک این چیز رو و بریم. گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سرخر زندگی کنیم. سرخر رضا کامروا بود امروز. خب دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون مردم همینه. با آقای شولست سعدی گفتم آقا این چه اخلاق زشتیه که شما هر کی بهتون میگه بیان تلویزیون شما چیه؟ شمایی که تو تلویزیون ایران اینترنشنال میری، من و تو میری، بی بی سی میری، نمیدونم گو میری، زهر مار میری، حالا دیگه من با چی کار کنم؟ بعدم من که به تو احتیاج ندارم، من دیدم داری یه مشتی چیزی میگی که باهاش مخالفم، گفتم بیا اینجا، چون حوصله کل کل کردن خارج از برنامه رو ندارم. دوستان عزیز
بریم نیم ساعت دیگه یا 28 دقیقه دیگه با کانون آوا آقای محمد رزاقی از فرانسه باشیم و ببینیم اینهایی که جوانیشون و عمرشون رو با آرمان و ایده آزادی بخشیدن به ایرانی و ایران تلف کردن و بعد دیدن ای داد بیداد همه چیزایی که به اینا گفتن دروغ بوده و اون کسی که میخواد جامعه بی طبقه توحیدی درست کنه حتی نتونسته بین 2000 نفر توی اون کمپای مختلف به اصطلاح بی طبقه گیری رو رعایت کنه، ول کردن اومدن. ولی داستان اینجا تموم نشده. وقتی ول کردن جدا شدن، اون مجاهدین ولکن ماجرا نبودن، اذیت کردن، توهین کردن، تهدید کردن، تهمت زدن و اونا هم تصمیم گرفتن بیان خاطراتشون رو بگن. بیننده و شنونده برنامه اونها هم باشیم. پس بریم فعلا یک برنامه موزیکی چیزی گوش کنیم تا برسیم به این داستان دوستان در کانون آوا. مرسی که با ما بودید، خیلی ممنون.